هنوز هم در افغانستان در کشور ما قهرمان های هستند، میر از من افتخار می آفرینند و برای مردم امیدواری خلق می کنند. جناب آقای شبیر صادقی یک از قهرمان هاست که در بخش مبارزات آزاد یا MMA همچنان پر دستاورد است در افغانستان، می درخشند و برای تربیت شاگردان و همچنان هم نسلانشان تلاش میکنند و دارای مدال ها، تقدیرنامه ها و تحسین‌نامه ها و کپ ها و کمربند های زیادی هست که در استودیو در کنار ما هستند. آقای صادقی صاحب وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز. محمد شبیر صادقی هستم، قهرمان مبارزات آزاد. بسیار خوب آقای صادقی، میشه بگین چه وقت میشه فعالیت دارین؟ مدت 10 سال میشه که ورزش مبارزات آزاد پیش. و چی دستاورت های داشتین؟ یک معلومات کلی اگر بدید. دستاورت ها از خارجی 2 مسابقه کردیم که در یک بخش کیک بوکس در کشور ایران و دیگه در سازمان PCFL هندوستان یک مسابقه کردیم، خوشبختانه برنده شدیم. بسیار خوب. مسابقات شما در کدام سالها برگزار شد و در چی سطح و میزانی بودند؟ در سال 1398 در هندوستان بود، 1397 در ایران. در ایران. دستاوردتان به ایران چی بود؟ ایران مدال نقره بود. مدال نقره که مدال شما هست که ظاهرا اینجا. بله، مدال های این مدال است. بله. بسیار خوب. با شکست دادن 3 حریف مدال نقره را دادم. خیلی خوب. بسیار عالی. و این مدال است که دوستان شما میبینن آقای صادقی صاحب در ایران در سال 1397 در یک مسابقات به دست آورده. خب این مدال های شما بسیار متفاوت از سایر مدال های ورزشکارا هست. این در 1.5 ماه پیش بود در مزار شریف در سازمان زید اف سی خوشبخت و عارف خود در راوند اول در دقایق اول توسط ست میشن شکست دادم، برنده مسابقه است. عصر نبرد در ولایت فاریاب بود، خوشبختانه دی هم برنده شدم در سازمان WGC. خب این چه رقم مسابقه است آقای صادقی صاحب؟ عصر نبرد؟ این عصر نبرد یک لیگ است. خب بله، لیگ عصر نبرد. و معلومات دارین که بین کی ها برگزار میشه؟ سال چند بار هست؟ و سال یک باری برگزار میشه در ولایت ها است دیگه. فایترهای خوب ولایت ها از هر ولایت یک وزن متفاوت. بسیار خوب. این هم مدال دیگه هست که سازمان ایفن است که در کابل برگزار شده بود. خیلی. به تاریخ چند؟ یک سال پیش. یک سال پیش. بسیار خوب. و در مورد تقدیرنامه های تنم بگیم، او تندیس از مسابقات سازمان PCFL هندوستان که بهترین فایتر مسابقات شناخته شدم، تندیس از مسابقه است. خیلی خوب. چون یک لوحه تقدیر اینجا. حکم قهرمانی از کمربندم است که 3 سال پیش باره مسابقه کردم در فول رزم. این کمربند تانم از 3 سال قبل است؟ بله. بله. بگین در موردش معلومات. مسابقه کردم، مسابقه دوره ای بود که چند مسابقه میکردی، ولایتی بود، در کابل بود. دیگه خوشبختانه چند دریف خدا شکست دادم، کمربند از آن خود کردم. دیگه با سازمان و فدراسیون برام گفت که اگه میمانین در چلنج، باید ما وزن خود در چلنج ماندم در صفحات مجازی دیگه در گروپ خود فدراسیون کس چلنج نداد. اگر چلنج بوده فایت میکنم، حاضر هستم. حاضر هستی. باز کمربند از شما شد. عزیزم. این تقدیر نامه اگر در بارش شده. حکم قهرمانی از مسابقات ایران است که مدالش بیشتر به معرفی گرفتیم. گپ بسیار خوب. و همه صحبت هایی که ما شما میکنیم و شما از اسوردا صحبت میکنیم مستند است، هم مدالش هست و هم تقدیرنامه. و یک پیشنهاد ما همیشه برای ورزشکارا داشتیم که عکس لحظه ای که شما تحویل میگیرین هم اگر بچسبونین در قسمت تقدیرنامه هم مستندتر. از لوح تقدیر است که شورای اجتماعی دیدانا یک محفل برای ما گرفته بود به خاطر دستاوردهایم. بسیار گپی خوب. و ای اتمن مربوط کپ میشه فکر میکنم. بله. خوب. و کپ چه وقت گرفتین؟ به کدام مسابقات؟ ای کپ در مسابقات کامبک سامبو بود، فایت مرکزی را کردم، خوشبخت و نریف خودش شکست دارم این کپ را انزار. بسیار خوب. بسیار خوب. میشه شما بگوین که مسابقات آزاد با دیگه مسابقات چه فرق داره؟ قسمی که گفتین آزاد، یعنی هر کاری بکنین اونجا، هر قسم لط و کوبم که بکنین هست؟ بله آزاد دیگه از نامش پیداست که آزاد است دیگه، تمام حرکات هم میتونی. از 3-4 رشته گرفته شده، کیک بوکس است، پهلوانی است، جوجیتسو است،
موتای است، از همه رشتا گرفته شده. موی کشک خانوم هاست مو نیست؟ غیر دندان و موی کنک نیست اگه همه چیز هست. امی دوتا هم که بود خیلی خوبی یارو باز فول رزمی فول رزم بگنده نه؟ اگه همه بله کامل میشه کلر. خب بده ای ده سال فقط این رشته رو شما کار کردین؟ رشته های دیگه هم نه، رشته های مختلف بوکس تمرین کردیم، فول رزم تمرین کردیم که عضویت تیم ملی فول رزم هم داشتم تقریبا 4 سال دیگه. حال امی رشته مبارزات آزاد یه ذره روی زبان هاست چسبید در دل بله شما دیگه. خب دیگه امور ادامه میتم و هدف مهمی است که به کشور خود افتخار بیاورم دیگه. میشه باشه انشالله که میارین افتخارم خلق بله کردین و فردید. فعلا جریان داره مسابقات شما آقای صادقی؟ بله انشالله که بخیر در 12 همی در سازمان AMA در ولایت قندوز با یکی از حریفای خارجی خود مسابقه دارم. منیجرم فردوس جان نورزی او در جریان ماندیم که تمرینات تکو در می رمضان دو تایم تمرین میکنم دیگه. توکل به خدا هرچی که خواست خدا بکنم. بسیار خوب. با این مسابقات باید شما کدام نکات باید مراعات کنین؟ مثلا با مسابقات آزاد نکات که تمرین کنیم باید زحمت بکشیم که پیروز شویم. این مسابقه که از ثبت جهانی میشه، شرداک میشه، باید شرداک خود خراب نسازه. باید از چند سالگی به آمادگی بگیریم؟ از 18 دیگه پروفشنال باید فایت کنیم. از 18 به بالا. از 18 قرنم گذشت آقای صادقی، سال 1400 هم سپری شد تا امروز در مجموع دستاوردهای شما چی بوده؟ اون بالاترین دستاورد شما در ورزش فرفایت چی است یا مبارزات آزاد؟ بالاترین دستاوردم همی بود که در سازمان زید اف سی رفتیم. دیگه بسیار یک سازمان خوب است، مسابقه استاندارد هم تا مسابقه به سطح بالا برگزار کرده بود. خوشبختانه هیچ باورم نمی آمد حریفم 8 کیلو بالا بود. روز وزن یک ماه پیش جوره شده و روز وزن کشی مجبور شدم که شفایت کنم. 8 کیلو بالا بود، خیلی برام سخت بود. دیگه خوشبختانه در راوند اول با حرکت گیلوتین تسلیم ساختم. گیلوتین چرا خم حرکت سمی که تایی؟ خب گلون شکی میگیری خفک میکنی در اونجا باز تسلیم شد دیگه؟ بله تسلیم شد یک حرکت سبلیشن میگنم. بسیار خوب است. با شما چگونه توجه میشه از طرف مسئولین؟ از طرف مسئولین خود توجه صحیح نمیشه، درست نمیشه. ما خیلی استعداد داریم، من خود تنها نمیگم، خیلی زیاد است که زحمت میکشن و هدفشان همی است که به کشور خود، به مردم خود لبخند بیاره، افتخار بیاره، اما توجه جدی نمیگیرن. درست که یک برنامه یک بله تشویقی باید باشن. تشویق نمیکنن ورزشکارانه. حال ورزشکاران ما که در رأس است، اما صحیح درست با هم با اتفاق تمرین نمیکنن، ورزش نمیکنن. یعنی حمایت ها کافی نیست بله که باید بیشتر شد. برنامه هایشون برای سال 1401 چند روزی گذشته چی است و در آینده چی میخواین؟ هدف شما چیست آقای صادقی؟ انشالله یک هدف دارم بخیر همی مسابقات که در قندوز سپری شد، بخیر که در خاک در خود وطنم از کشورهای همسایه فایتر میارن که زحمت زیاد خود همه کشم که نباید دیگه در وطن خود. کدام کشورها اینجا همیه فایتر؟ ازبکستان است، ایران است، پاکستان است، آذربایجان است، این کشورها است، هند است که میهن دیگه. توکل به خدا هرچی خواست خدا بود. ما یک ماه پیش هم در قندوز با امرای عریف پاکستانی هم نقیب الله خان، یکی از مشهورترین فایترهای پاکستان بود، جوره شده بود که 3 روز به مسابقه مانده بود. اولش آمد که ویزه نداد، خیلی جگرخون شدم. تقریبا 4 ماه بعد از آمادگی گرفته بودم، مصرف کرده بودم، خیلی آماده بودم دیگه. گفتم که در کشور خود بیایه، در کشور خودم بیایه که مرا شکست بوده باز خوبش نمیه. خیلی زیاد آمادگی برش گرفته بودم دیگه. ویزه ندادن؟ بله ویزه نداد، نامد دیگه به فایت ماندم. با سازمان AMA تصمیم گرفت که دو فایت برام تحفه داد، دو فایت خارجی، یکی در خارج، یکی در خود افغانستان همراه عریف خارجی. خب به هیچ نمونده دیگه. بله خیلی تشکر. گفتنی بر جوانا داشته باشون، در اخیر در خدمت شما هستیم و این بخش به پایان برسانیم. زنده و سلامت باشی. به جوانا همی است گفتنیم که زحمت بکشن، ورزش کنن، درس بخونن تا به کشور خود افتخار بیارن. تنها پیام آور صلح به افغانستان همی ورزشکارا است. باید زحمت بکشن تا یک خوشی لبخند به لبان هم وطنان خود بیارن.
دیگه یک تشکری خاص میکنم از استادم نعیم الله رضایی، استاد صفی الله صادقی برادرم، از فامیلم، پدرجانم، برادرایم رقیب جان، شکیب جان، عبی جان که زیاد مرا تشویق میکنن که تا این افتخارات آوردیم. خانهشون آباد، همه مردم افغانستان ازشان تشکر میکنن که سبب شد کارهایشان تا شما این همه افتخارات به مردم خلق. یک تشکری از منیجر میکنم فردوس جان نورزی که واقعا یک بچه پرتلاش، زیاد همراه هم کاری کردن که مسابقات خیلی زیاد برایم جور کردن که تنظیم کننده مسابقات خارجی هم است. بله، همین تشویق هاست که آدم هم میرسید. بله، جهان سپاس های صادقی سب، موفقیت های بیشتر نصیب شما. خیلی باشید.